سلام، من زهرام و امروز میخوام براتون از قوی ترین بمبای تاریخ بگم. البته الان که چهارشنبه سوریه انقدر بمب داره دور و برمون میترکه که اصلا آدم میترسه پاشو بذاره بیرون. حالا به همین مناسبت گفتیم واسهتون از قوی ترین بمبای تاریخ بگیم تا حساب کار بیاد دستتون که چقدر خطرناک بودن و شاید شما هم بیخیال چین و فقط از رو آتیش بپرین دیگه. اوایل دهه 1950 خورده ای آمریکا تصمیم گرفت بمب اتمی مارک 14 یا به اختصار MK14 رو بسازه. MK14 یه بمب ترمونوکلیر بود، یعنی فقط تو درجه حرارت خیلی بالا عمل میکرد. از MK14 به عنوان اولین بمب هیدروژنی که از سوخت جامد استفاده میکرد هم یاد میشه. تا سال 1954 آمریکا 5 تا از این بمبا ساخت تا تستش کنن ببینن به درد میخوره یا نه. MK14 تقریبا 5.5 متر بود و به خاطر وزن 14 تنیش قرار بود با بمب افکن‌های B36 یا B47 فرتاب بشه. تست MK14 موفق بود و بازده انفجار 6.9 مگاتون محاسبه شد. MK14 تقریبا 328 برابر فتمن یا همون بمبی که تو سال 1945 ناکازاکی رو به خاک و خون کشید قدرت داشت. با وجود موفق بودن MK14 خیلی زود بازنشسته شد. دلیلش چی بود؟ دلیلش حجم بالای تشعشعات رادیواکتیوش بود. در نتیجه بقیه بمبای ساخته شده بازیافت شدن و ازشون برای ساخت بمب MK17 تو سال 1956 استفاده شد. آمریکا با ساختن بمبای اتمی حال کرده بود. اینطوری شد که بعد از MK14 یه گروه محقق شروع کردن به ساخت MK16. برای ساخت این بمب باید از کلی مخزنای خلا استفاده می‌شد. در نتیجه وزن MK16 به بیشتر از 19 تن رسیده بود و تقریبا 7.5 متر طول داشت. MK16 اونقدر بزرگ و سنگین بود که فقط یه نوع بمب افکن B36 میتونست حملش کنه. MK16 سال 1954 تست شد و بازه انفجارش 7 تا 8 مگاتون محاسبه شد که میشه 333 برابر فتمن. عمر MK16 فقط چند ماه بود و به خاطر ساده بودن پروسه ساخت بمب‌هایی که سوخت جامد استفاده می‌کنن چند ماه بعد از تست بازنشسته شد. تو دهه 1960 آمریکا رفت سراغ ساخت بمب اتمی B43 یا همون B53. بمب B53 با مدل‌های دیگه فرق داشت و ساخته شده بود تا پناهگاه‌های زیرزمینی روسیه رو تو دوران جنگ سرد نیست و نابود کنه. در واقع B53 طوری طراحی شده بود تا موج انفجارش تا لایه‌های زیری زمین نفوذ کنه و بتونه هر چیزی که اون پایین است رو از بین ببره. اگر B53 به موفقیت می‌رسید، جریان جنگ قطعاً به نفع آمریکا تغییر می‌کرد. B53 سبک‌تر از بمب‌های قبلی بود و تقریباً 3.5 متر طول داشت و 4 تن هم وزن. در واقع B53 نماد بارز ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه محسوب میشه، البته منم محسوب میشم، ولی خب بازه انفجار B53 تقریبا 9 مگاتون بود و تا 14 کیلومتر همه چی رو با خاک یکسان میکرد و شعله های آتیشش تا شعاع 32 کیلومتری کشیده میشد. آمریکا خیلی سریع شروع کرد به تولید B53 و 340 تا از این بمبا رو برای روسیه گذاشت کنار. در نهایت هم تو سال 2011 چون وضعیت نگهداری این بمبا خیلی خطرناک بود همه‌شون خنثی شدن. محققای آمریکایی روی چند تا بمب اتم به صورت همزمان کار می‌کردن. اینطوری شد که اواسط دهه 1950 اولین بمب اتمی با سوخت خشک به اسم MK36 ساخته شد. MK36 نزدیک به 4 متر طول و 8 تن هم وزن داشت. بازه انفجار MK36 تقریبا 10 مگاتون محاسبه شد. در واقع MK36 اونقدر قوی بود که برای انداختنش از دو تا چتر استفاده می‌کردن. دلیلش هم این بود که سرعت فرود اومدن بمب کمتر بشه تا هواپیمای حاملش بتونه از منطقه دور بشه، تشعشعات انفجار واسش مشکلی ایجاد نکنه. از اونجایی که دست آمریکا برای بمب ساختن خیلی تون بود، بین سال 1956 تا 1958 تعداد 940 تا بمب MK36 تو دو تا مدل Y1 و Y2 ساخته شد. اما از اونجایی که همیشه دست بالا دست زیاده، سال 1962 بود که MK36 بازنشسته شد و جای خودش رو به مدل قوی‌تر B41 داد. ریچارد داروین سال 1952 یکی از بزرگترین بمب‌های اتمی تاریخ رو طراحی و تست کرد. بمب هیدروژنی آیوی مایک 6.5 متر طول و 82 تن وزن داشت و بازه انفجارش 10.4 مگاتون محاسبه شد. انفجار حاصل از این بمب تا شعاع 3 کیلومتری رو تبدیل به خاکستر کرد. بمب هیدروژنی آیوی مایک اونقدر قوی بود که ابر قارچی شکلش بعد از 90 ثانیه 17 کیلومتر بالا رفت.
تشعشعات رادیواکتیو این بمب تا شعاع 56 کیلومتری هم گزارش شد و چند ماه طول کشید تا اثراتش از بین بره. این انفجار باعث شد دو تا عنصر جدید با اسامی آینشتاینیوم و فرمیوم کشف بشه. پیدایش این دو تا عنصر به خاطر شار نوترونی فوق‌العاده متمرکز محدوده انفجار بود. در مقایسه با فاتمن، بمب هیدروژنی آیویما 472 برابر قوی‌تر بود. بین سال‌های 1954 تا 1955 ارتش آمریکا 105 تا بمب ترمونوکلیر دیگه به اسم MK24 ساخت که سومین بمب بزرگ آمریکایی از نظر ابعاد محسوب میشد. بازده انفجار این بمب 7.5 متری که 19 تن هم وزن داشت بین 10 تا 15 مگاتن محاسبه شده بود. در واقع MK24 هیچ وقت تست نشد و این اعداد و ارقام بر حسب یه نمونه آزمایشی کوچکتر به دست اومد که بازه انفجاریش 13.5 مگاتن بود. با توجه به عظمت انفجار MK24 براش یه چتر 19 متری طراحی کرده بودن تا سقوط بمب رو کنترل کنن و باعثن که هواپیمای حاملش آسیبی نبینه. MK24 خیلی زود بازنشسته شد اما هنوز یه نمونهش رو موزه کسل ایر نگهداری میشه. مارک 17 یا همون MK17 اولین بمب هیدروژنی آمریکا بود که تو سال 1954 به تولید انبوه رسید. البته عمرش چندان به دنیا نبوده، تو سال 1957 به خاطر ساخته شدن نمونه های بهتر از دور خارج شد. MK17 تقریباً 7.5 متر طول و نزدیک 19 تن وزن داشت. اصلا به همین خاطر بود که اون زمان معروف شده بود. و بازده انفجارش هم نزدیک 15 مگاتن محاسبه شده بود. بین سال 1954 تا 1955 تقریبا 200 تا بمب MK17 تولید شد. برای اینکه بشه این بمب رو استفاده کرد، ارتش آمریکا مجبور شد شروع کنه به ساخت یه سری بمب افکن‌های B36 جدید. بازم یه چتر بزرگ برای MK17 طراحی شده بود تا باعث شه تمام مردمی که این بمب روی سرشون میفته در جا پودر بشن ولی اون خلبانه یه وقت آسیب نبینه. MK17 به خاطر طراحی بمبای ساده تر و کوچکتری که تو اواخر دهه 1950 انجام شد خیلی زود از دور خارج شد. الان هم چند تا مدل ازش تو موزه‌های آمریکا نگهداری میشه. بمب اتمی TX-21 که به عنوان شیرینف یا میگو هم شناخته میشه یکی دیگه از مدل‌های ترمونوکلیر بود که سال 1954 تو آمریکا تست شد. این بمب 10 تن وزن داشت و طولش هم به 4.5 متر می‌رسید. قرار بود نیروی انفجار TX-21 از شکاف هسته‌ای لیتیوم 2 تریوم ایجاد بشه و محققا فکر می‌کردن بازه انفجارش تقریباً 6 مگاتن میشه، اما اشتباه می‌کردن. وقتی TX-21 تست شد، برآوردها نشون داد که بازه بمب 3 برابر مقدار پیش‌بینی شده است و در واقع به 14.8 مگاتن رسیده بود. این یعنی قدرت تخریبی TX-21 حدوداً 1000 برابر بمبایی بود که رو سر ژاپن افتاد. بعد از انفجار یک گلوله آتشین به شعاع 7.5 کیلومتر ایجاد شد که از فاصله 400 کیلومتری هم به راحتی دیده میشد. ابر قارچی شکل حاصل از این انفجار تو کمتر از یک دقیقه به ارتفاع 14 کیلومتری رسید. TX-21 اونقدر وحشتناک بود که اثرات رادیواکتیوش از اقیانوس آرام تا نزدیکی‌های استرالیا و آسیای شرقی هم پراکنده شد. خیلی‌ها تحت تاثیرش قرار گرفتن و علائمی مثل ریزش مولکه‌های پوستی و غیره رو بروز دادن. در واقع از تست TX-21 به عنوان یه حادثه جهانی یاد میشه که چند تا کشور رو درگیر خودش کرد. اوایل دهه 1960 بود که آمریکا قوی‌ترین بمب اتمی تاریخ خودش رو طراحی کرد. B-41 یه بمب اتمی ترمونوکلیر 3 مرحله‌ای بود که بازه انفجارش به 25 مگاتن رسید. B-41 تقریبا 3.7 متر طول داشت و وزنش به 4 تن می‌رسید. نزدیک به 500 تا B-41 بین سال‌های 1960 تا 1962 ساخته شد و در نهایت هم این بمب وحشتناک تو سال 1976 با B-53 جایگزین شد. هنوز که هنوز محققا از B-41 به عنوان دقیق ترین و بهترین بمب اتم تاریخ یاد می کنند. نسبت به ابعاد کوچیکش B-41 قدرت فوق‌العاده‌ای داشت و تقریباً 1136 بار قوی تر از فاتمن بود. بمب هیدروژنی RDS-220 که به بمب تزارم مشهوره قوی ترین بمب اتمی تاریخ محسوب میشه. روزها سالها تلاش آمریکا برای ساختن یه بمب اتمی ترسناک رو تو سال 1961 با تزار جواب دادن. تزار 26 تن وزن و 8 متر طول داشت و قطرش هم به 2 متر می رسید. برای تست تزار محققای روسی یه چتر مخصوص ساختن و بمب افکن TU-95B رو هم تغییر دادن تا بتونه این بمب رو حمل کنه.
برای اینکه خلبانا بتونن جون سالم به در ببرن، باشون جونشون مهمه، بعد از نقطه انفجار تزار 45 کیلومتر دور میشدن. در واقع به خلبانا گفته شده بود که فقط 50% احتمال وجود داره بتونن از این آزمایش زنده بیرون بیان. تزار از فاصله 10 کیلومتری پرتاب و 4 کیلومتر بالاتر از زمین منفجر شد. آمار و ارقام نشون میده بازه انفجار تزار به 58 مگاتون رسید. خلبانا زنده موندن، اما 71 کیلومتر اونورتر موج انفجار بهشون رسید و نزدیک بود باعث سقوطشون بشه. یه هواپیمای KC-135 آرام از طرف آمریکا تو اون منطقه بود تا همه چیز رو زیر نظر داشته باشه. موج حاصل از انفجار باعث شد این هواپیما آتیش بگیره و خلبانش تا دم مرگ رفت. انفجار تزار از 1000 کیلومتر دورتر به سادگی دیده می شود. اصلا کی می تونه یه گلوله آتشین به قطر 8 کیلومتر و ابر قارچه که 7 برابر ارتفاع قله اورست ایجاد شده بود رو نبینه؟ نفسم گرفت. ابر حاصل از تزار اونقدر بزرگ بود که به لایه مزوسفر زمین رسید. موج انفجار تزار فوق‌العاده وحشتناک بود. تا جایی که 900 کیلومتر اونورتر تو نروژ و فنلاند شیشه خونه ها شکست و مردم کاملا حسش کردن. گفته میشه حتی اگه تو فاصله 100 کیلومتری انفجار قرار داشتید دچار سوختگی های درجه 3 میشدید. لعنت بهشون، چه کاری آخه؟ خب اینم از قوی ترین بمبای اتمی تاریخ که خوشبختانه تا به حال ازشون استفاده نشده و امیدواریم حالا هم ازش استفاده نشه. موضوعات پیشنهادیتون برای ویدیوهای تاپ 10 رو حتما با همون در میون بذارید. سوشال ایدیجیاتو رو دنبال کنید. اگرم که دارید ویدیو رو از طریق یوتیوب میبینید لایک و سابسکرایب یادتون نره. رو نمیدیری چرا؟ بابا لعنتی تو میگی بیا چپ، من میام بر، میگی بیا راست، میام این بر باز، الان گیر دادی ها. بقیهشو باید حدس بزنم. چانجی یا نیستی یا اگه هستی درست کن. خیلی زود از در نه از در رفت بیرون، از پنجره اومد. روزها سال لعنتی سال و سالها تلاش